السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، دوستان عزيز، بارزوی صحت و عافیت همگی شما. این است به توفیق الله سبحانه و تعالی آغاز میکنیم درس هشتم را در مضمون صرف از سمستر دوم. دوستان عزیز، در درس گذشته ما و شما از اسم فاعل سخن گفتیم، اسم فاعل را به معرفه گرفتم. بعد از تعریف اسم فاعل ما گفتیم که اسما بر دو قسم است، که یک قسم از اسما اسمای جامده هست که از چیزی اشتقاق نشده، و قسم دیگه اسمای مشتقه هست که از لفظ دیگه اشتقاق صورت گرفته، و اهمیت اشتقاق را در علم صرف برای شما گفتم. و همچنان بنای اسم فاعل را که از ثلاثی به کدام بنا و وزن می آید و از غیر ثلاثی به کدام وزن می آید، ایران برای شما گفتم. در این درس به توفیق الله سبحانه و تعالی ما و شما میریم به طرف معرفی کردن اسم مفعول، و همچنان بعضی از تمرینات یا تطبیقات قرآنی بر اسم فاعل اولا می خوانیم. دوستان عزیز، در اینجا آیات ها مواری کردیم برای تطبیقات یا تدریبات اسم فاعل. در قرآن عظیم الشان در سوره بقره الله سبحانه وتعالی می فرماید: و من یکتمها فانه آثم قلبه. خب تفسیر و ترجمه و اجزا مطلب نیست، فقط می جای شاهد که اسم فاعل ما و شما سر و گپ میزنیم، اگر باز یک مضمون تفسیر جور میشه. آثم قلب و دوستان عزیز اسم فاعل هست، آیات شما میبینید و از آثمه هست، از مشتق از آثمه شده، آثمه آثم، فهو آثم بر وزن فاعل هست. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. در اینجا ما و شما میبینیم اسم فاعل خود تلاش میکنیم، دیدیم که آمینه اسم فاعل هست، بر وزن فاعل هست، چون که از آمینه یأمنو فهو آمنون، از آمینه و غنا مشتق شده. هو الله الخالق البارئ المصور. هذا ده ای آیات، ده آیاتای اخیر سوره حشر شما چندین اسم فاعل دیده میتونین. یک خالقون هست، خالق، و بر وزن فاعل هست چون که از ثلاثی هست. الباری او همچنان اسم فاعل است، از برا یبری او الباری. المصور او همچنان اسم فاعل هست، لیکن بنای دیگه قسمی داره، چون که از غیر ثلاثی هست. ما گفته بودیم که وقتی که اسم فاعل از غیر ثلاثی باشه، بر باز با همه وزن یا صیغه مضارع میه که حرف مضارع تا دور کرده بجاش میم مضموم میاریم و آخرش مکسور میسازیم. صور یصور فهو المصور. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. دی آیات کریمه شما میبینین که باز دو اسم فاعل دارین، مستخف یا اسم فاعل است از غیر ثلاثی، و سارب اسم فاعل است از ثلاثی. ولعبد مؤمن خیر من مشرک. حال ولعبد مؤمن صفات عبد که مؤمن باشه، مؤمن اسم فاعل هست، لیکن از غیر ثلاثی هست، از امن یؤمن مؤمن فهو مؤمن. دیگه اسم فاعل دی آیت وجود داره که مشرک هست، اشرک یشرک فهو مشرک، مثل اکرم یکرم فهو مکرم. و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. یقینا جهنم کست یا حتی کذب الکافران. خالد اینجا
شما چند اسم فاعل میبینین؟ دو تا اسم فاعل ما شما میبینین، اول محیطون، چون که باز وصفش در موصوفش که مذکر باشه خودش مذکر میاد، دینا همه شما میتونین که مانستان بسازید، مشرک مشرکتون، مؤمن مؤمنتون، اینا میاد دوستان عزیز، صارب صاربتون، مستخفیتون مستخفی، مصورتون اسم فاعل مؤنث همیه، نینجا محیطتون از غیر ثلاثی هست بنایش لیکن مؤنث هست. بالکافرین هست همچنان اسم فاعل هست جمع هست از کافرون و از ثلاثی هست. ولا مبدل لكلمات الله، مبدل بدل يبدل فهو مبدل. ويل للمطففين يمس فاعل هاس لكن صيغه جمع مطفف كسر ميغو يكي چي ميكونه در طول كردن و دای چیزا خیانت میکنه و سبک تو میکنه، یه مطفف میگه و جمعش مطففین هست، نوع اسم فاعل هست با از غیر سلاسل. ان الله لا يحب كل مختال فخور، ده اینجا باز مختال اسم فاعل هست. ان معكم مستمعون، مستمعون اسم فاعل هست از غیر سلاسل. السماء منفطر به، منفطر انجز فاعل هست از غير الثلاثي. وشما مي بنين كي بنايش واضح هست ينفطر منفطر. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسود، وجهه مسود. البته معنی آیات مطلب نیست، لیکن برای مشرکا گفته وقتی که آنها مژده داده میشوند که خداوند برای شما دختر دادن چهرش سیاه میشه. ایوه المدثر، در اینجا مدثر هست فاعل. و ما یقول مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم، مؤمن هست متعمد، اینا اسم فاعل هستن. متابعین دوستان عزیز، و فی الارض قطع متجاورات، تجاور اینا اسم فاعل هست لیکن جمانسش هست. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، مستقدمين متأخرين، هذا دوتش فعل هست. وما هو بمزحزحه من العذاب يعمر، مزحزحه زحزح يزحزح، معنى نجاة دنس، وهو مزحزح ونجاة دنس. إلا من أكره وقلبه مطمئن، مطمئن هاس، محسنين هاس، مصافحين هاس. فويل للمصلين هاس، ساهون هاس، فرق شمس كمصلين أس غير سلاسي هاس، ساهون أس سلاسي هاس. خب دوستاني عزيز، إنا هما مثالا بود تطبيقات بود برو إسفعال، وما أمدوار أستن كشمات من ياد كريفتين. حالا میریم یک مرور بر اسم مفعول هم میکنیم. اسم مفعول تعریف شاول میست که اسم مصوغون لدلالت، مصوغون لدلالت على من وقع عليه الفعل. اسم فاعل لان اسم است که جور شده باشه، صیغه‌اش برای دلالتی که بر او فعل واقع شده، برعکس اسم فاعل هست. العنوان مكتوب على الرسالة، أدرس نوشته بر الرسالة يا برامي خاتي كشما بيكس روان بيكوني. الأقلام مكسورة، قلامها كستاند شده هس. الحقيبة محفوظة عندنا، حقيبة ينبست يا بكسا محفوظة تنزد مالبا مطلق. مانس مذکر شوردن. خب دوستان عزیز، بعضی از مسائل هست که عمل اسم فاعل و اسم مفعول، و چون که کتاب شما هم ذکر نکرده و ما هم نمیخوایم که سخت کنیم سر شما و دیگه چیزای تفصیلاتی سخت که کتاب نیست بیاریم،
وياتي اسم مفعول من الثلاث من فعل الثلاثي على وزن مفعول مياه وفاعل ودي مفعول مياه يعني واو ميم واو زائد مش انا كتب مكتوب علم معلوم الى اخره. مبخشين يشتق اسم مفعول من غير ثلاثي على صورة الفعل المضاري بإبدال حرف مضارع مما مذموما وفتح ما قبل الأخير. فقط فرقش با اسم فاعل أس غير مضاري كده ونجا ما قبل الأخيرش مكسور بود إنجا مفتوح مباشا مي فرقش بود. نحو أرسل يرسل فهو مرسل. اگر مرسل گفتی باز مو مثل هم میشه مکرم بود مرسل بود مرسلون هست مکرمون هست مدرسون. خب شما دیگه فرق واضح میبینین و بسیار آسان است، فقط فرقش در کسره و فتحه هست. تدریب آسان هست. مذکر مکتوبون مکتوبان مکتوبون مکتوبتون مکتوبتان مکتوباتون. تدريب عين اسم المفعول في ما يلي ثم اذكر فعله. اسم مفعول ذكركو بس تعينكو بس فعل شمبير. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يطبعها أذى. برايك يا كسب كسب طلب السؤال ميكونا ازی که خیرات می تا بازی احسان میکنه سر شاید چیز دیگه میگوی الان میگوی که خوب سخن بگوی با مثلی که در شهر و وطن ما و شما خوب رواج است که الله با تو الله ببخشه چیز بازی مردم میگویم الله ببخشین یا ببخشین اصلا مغفرت است بگوی که الله با تو برای شما یا قول معروف هست میگوی بهتر است از صدقه که بعد از او راجعت میکنی و سرش احسان میدازی. حالا معروف از سلاسی مفعول است از سلاسی مشتق شده عارف یعرفو فهو معرف و تا آخر که عروف. مغفرتون از خب از چی مشتق شده؟ از غیر سلاسی لیکن چون مونس هست یه هر دو تشمیز فعل است و شما تعین کرده میتونی که فعلش عرف های عرفو هست و غفر های غفرو هست. این الصلاة كانت على المؤمنین کتاب موقوتا. در اینجا موقوتا شما میبینین دوستان عزیز اسم موقوت مفعول است از وقت هست. طبعا هذا الحديث مشهور عند العلماء. اي حديث مشهور استنيز العلماء مشهور اسم خلاص شهر اشهر في الشبي ترتيب هاس. المظلوم في المحكمة اسم فلش المظلوم هاس في الظلم ظلم يظلم هاس ظلم يظلم. الطالب مهذب محاصل بسیار مهذب و با تربیه عالی هست. حالا مهذب اسم فعل است و هذب یهذبش فعل است. حکم القاضی مقبول حکم قاضی فیصله قاضی مقبول هست. مقبول اسم فعل است همگیش ممیدن تفصیل نیست برای فعلش قبل یقبلو هست. الفریق مهزوم گروهی آنها یا تیمی آنها شکست خورده هست. فریق به معنای گروه چیز هست یعنی در پتبال هم اگه شما خبره عربی گوش میکنی میگوی که فریق سعودی و فریق فرانسی و فریق آلمانی گروه پتبال آلمان و یا سعودی یا مصر یا فلان. گروهی آنها شکست خورده هزمه مهزوم اسم فعل هست و از هزمه هست. الباب مغلق مغلق است طبعا غلقه از غلقه شده. العذر عند کرام الناس مقبول یک معطل است یک سخن ادبی بسیار خوب است برای مردم با عزت و مردم با شرف که در معذر که انسان پیش میکنه و مقبول است قبول میکنه.
حالا مقبول از قبل یقبولو هست و یقبلو اسم فولش مقبول هست. قال الاسلام كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. هذا مسؤول اسم فعل وفعل سأل ضع اسم مفعول من الافعال التاليه اسم فعل زينبيرين حمده حمده حامد ميري حكم حاكم ميري رحم راحم ميري يا رحيم. خب دوستان عزیز، بعضی از اوزان هست که اگرچه به وزن فاعل نیست لیکن معنای فاعل میده، مثل رحیم به معنای رحیم میایه، شغل شاغل غالب و غالیب. اذکر فعل کل اسم مفعول مما یاتی مجهول مقتول معبود مذکور مشروب جاهل قتل عبد ذكر شرب. اي ترتيب شما ذكر ميكونين اي لما الفراغ كما في المثال اجاي خانه فور جار خانه فوري كني مثل كي در مثال است. مثال شوال ميخوانيم فتحت الباب و دروازه را باز كنيم الباب مفتوح و دروازه باز شده هست. شربت الحليب الحليب مشروب. فقدت النقود النقود مفقود. فهمت الكلام الكلام مفهوم. سمعت الصوت الصوت مسموع. كسرت الطاولة الطاولة مكسورة. فتحت الباب فتحت الأبواب الأبواب مفتوحة. أغلقت النوافذ النوافذ مغلقة. شما بس کوشش کنین که مذکر و تانیس و تذکیرشون باز رعایت کنین، نشوه که مذکر باشه باز شما مانس بخونی. مدحت الولد الولد ممدوح. اکلت التفاح التفاح معکولت. کنست الغرفت کنست بمعنی جر کردن هست. خب تا آخر دوستان یک نس هست ایره هم میخونیم. انشاءالله درس آسان هست و ای تدریبات مثلا زیاد آورده که تا در ذهن شما بمان. خرج خالد فی صباح یوم الجمعه. خالد بیرون شد در صبح روز جمعه. لیشتری لوالدته لوازم البیتی لوازم البیتی، که برای مادر خود باز چیزای ضروری خانه بخره. ذهب اولا الى سوق العطارین. ورخت به اولا به بازار عطارین رفتن در سرک جامعه که در سرک فانتون که قرار داره. لقی هناک اصدقاءه در این سرک با دوستان خود ملاقات کرد. و ذهب جمیعا الى المقهى صداقه. آنها رفتن به جای مقهی صداقه. مقهى دوستان عزیز که جایی که قهوه نوشیده میشه، قهوه خانه. خب نامش با صداقه بود و قهوه خانه ها هستن. هناک اتصل بوالدته. از اینجا با مادر خود زنگ زد و برایش گفت که و اخبرها بانه خبر داد که ما سیجلس مع اصدقاء، که ما می نشینیم و می مانیم همراه دوستان خود بعض الوقتی. یعنی ورخطا نشوه کجا شد و چرا دیر کرد، بس گفت که ما در اینجا میمانیم بعد از اون میاییم. تحدث الاصدقاء طویلا دوستا گفت زدن شرگفای دراز و شرب القهوه ترکیه قهوه ترکیه را نوشیدن. ثم ذهبوا الى مطعم قریب. باز به مطعمی نزدیک رفتن، طعم خانه نزدیک. لیتناول معا طعم الغدا، که یک جای نان چاشته بخوره. طلبو بعد معکولات، بعضی معکولات و غذاها را طلب کردن. حالا مطلبش اسم مفعول است معکولات، یا جمله اسم مفعول است معکولات. و مشروبات چیزای نوشیدنی و غذاها با نوشیدنی ها را طلب کردن. این هر دو تا اسم مفعول هست. التقلیدی یعنی محلی. اکل دجاج مسلوق. آنها خوردن گوشتی مرغ مسلوق. مسلوق دوستان عزیز در معجم معاصر گفته که
همین گوشت گفته میشه که بدون کدام مواد دیگه پخته شوه. و طبعا این گوشت از دجاج نمیدانم، از گوسفند تا گوشت خوب مزدان میایه، یعنی دی گوشت به حالت طبیعیش که پخته شوه. و در پاکستان تقریبا یک خوب لفظ برایش میگفتن اینا. به هر حال گوشت مسلوق همین گوشت هست که بدون اضافه کردن کدام مواد پخته شود. و لحم المشوی و گوشتی که کباب شده باشه و اینا را خوردن مع بطاطسی با همراهی کچالو المقلی که سرخ کرده شده بود. مقلی به معنای چیزی که سرخ شوه. و لحم مقلقل در سعودی یک قسم گوشت پخته میکرد که ما او را لحم مقلقل ما خودم خوش داشتم، که گوشتار تو ریزه ریزه کرده باز مثل کباب واری کرده باشه. و بعد طعام شرب المرطبات در اینجا دوستان عزیز مسلوق از همچنان اسم اسم پول است، مطلب شما در همیست دیگر را چی میکنیم؟ المشوی همچنان از اسم پول هست، مقلی با کمی تغییر و اعلان نیم از همی جمله هست، از اسم پول هست، مرتباتیم از اسم پول هست. عصیرات به معنای دیگه اللذیذه، نوشیدن مرتبات عصیرات لذيذة يعني شيرين، المعمولة من عصير الليمون والبرتقال كجور شربود معمولة إن ما اسمه فولس كي تعلق مباس ما وش ما دارا كي از ليمون و از برتقال جور شربود برتقال ما وش ما برتقال ميقوم يا مالتا. قزل الأصدقاء وقتا ممتعا، دوستا وقت خوش گزارند. ثم رجع خالد الى السوق، پس خالد به بازار آمد و اشترى الاشیاء التي طلبتها منه والدته، چیزایی که مادرش از او طلب کرده بود اینا را خرید. استخرج من الناس اسم المفعول، از این ناس اسم مفعول بکشین و شما بکشین. ما برایتان گفتم هر جایی که اسم مفعول پیش روی ما آمد گفتم که اسم مفعول است. دیگه دوستان عزیز فکر میکنیم که بس اسم مفعول آسان بود و ما شما از کتاب شما تعقیب کردیم و خواندیم چیزی نمان. امیدوار هستیم که دیگه موضوعات هم آسان تر باشه. اگر کدام لفظ نفهمیدین یا کدام چیز نفهمیدین باز میتونید که پرسند کنین. در حفظ الله سبحانه و تعالی باشین، موفق و سربلند باشین دوستان عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.